از خداوند متعال میخوام که در این ساعاتی را که در خدمتون هستم، اون چرا که مفید دین و دنیای من شما است بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما ارجمندان را از کسانی قرار بدهد که همیشه در تحقیق باشید آنچه را که مطابق با قرآن کریم، با سنت رسول الله، با عقیده مسلمانان در صدر اسلام، با عقیده صحابه، با عقیده اهل بیت، با عقیده تابعین، با عقیده تبع تابعین، با عقیده ائمه اربعه موافقه بگیرید و چنگ بزنید بش. و آنچه را که مخالف کتاب، مخالف سنت، مخالف عقیده سواد اعظم مسلمین دور بندازید، چه از تشیع باشه، چه از تصوف باشه، چه از عرفان باشه. این نام هایی که تراشیده شده و به جای دین قرار گرفته متاسفانه. و از خداوند متعال میخوام که و دشمنان را به دوست مبدل نماید و به ما توفیق بدهد که مشت توطئه چینان را باز کنیم، مشت ولایت فقیهیان و مشرکان و قبر پرستان را با منطق قرآن، با منطق سنت، با منطق عقل آدمی باز کنیم و چهره حقیقی اینها را به مردم بشناسانیم. و ما پناهگاهی جز او نداریم. ای بار خدایا، پناه ما تویی، توکل ما بر توست و ما را تنها مگذار. و روز به روز به ما توفیق بیشتر بده و به یاران ما و یارانی نیک و صالح بر ما مهیا بفرما و ما را از شر دنیا و از فتنه دنیا محفوظ بگردان. ای خدایا، کارساز تویی و کارسوز تویی، سبب ساز تویی و سبب سوز تویی. توکل ما بر توست، اعتماد ما بر توست، ندای ما به سوی توست، تکیه ما تویی، پناه ما تویی، دعوت ما به سوی توست. هر کسی را که در این راه سنگ اندازی میکند، چهرهش را به مردم بنمایان و کسانی را که صدام سبیل الله میکنند، چهرهشون را به مردم بنمایان.